سلام، اگر مجموعه های آموزشی قبلی رو پیگیری کرده باشید، در یک مجموعه آموزشی به نحوه استفاده از کامرا سکریپت و پلیر سکریپت پرداختم که چگونه میتونیم یک پلیر رو کاستومایز شده به صورت سکریپت مستقلی از دوربین و پلیر پیاده کنیم. در درس قبلی در مورد پارامترهای مقداری توضیح دادم، پس این بخش رو هم در نظر نمی گیرم و همینطور متغیر پیچ هم کار کردش و نحوه عملیات و کاری که انجام میده رو قبلا توضیح دادم. اینجا چند تا متغیر هست که تعریف کردم و هر کدوم از این متغیرها بر اساس نامی که دارن کارشون مشخص است. مثلا اینجا متغیر کامرا انگ هست که برای دریافت زاویه کامرا چرخش دوربین مورد استفاده قرار میگیره. اینجا کم دایر هست که جهت دوربین رو ذخیره میکنه. اینجا هم موقعیت دوربین رو در این متغیر میتونید ذخیره کنید. اینجا هم از روی اسم این متغیر معلوم هست که اسم آبجکت رو به صورت استرینگ ذخیره میکنه و اینجا اسم آبجکت رو بر اساس نقطه‌ای که ماوس در گیم هست، در بازی هست، رو برامون برمیگردونه، اسم آبجکتی که انتخاب شده. و اینجا هم موقعیت ماوس در دنیای سه‌بعدی رو برای ما برمیگردونه. متغیر بعدی تایم آف دی هست که کارش معلوم هست، در ادامه توضیح میدم. تی او دی هم که مخفف تایم آف دی هست و این متغیر هم در ارتباط با تایم آف دی کار میکنه. در اینجا اولین تابعی که اجرا میشه انیت هست. در این تابع تایم آف دی جاری رو که با استفاده از تابع گت لول پارام هست رو میگیره و خروجیش از نوع استرینگ هست. این تابع به فلوت برمیگردونه و داخل متغیر تایم آف دی ذخیره میکنه. اینجا تی او دی هم صفر هست، صفر اعشاری. حالا من از این چند خط کد صرف نظر میکنم چون در یک مجموعه آموزشی به این چند خط کد پرداختم. میام پایین. اینجا به if برخورد میکنیم و میگه اگر دکمه L بر روی صفحه کلید زده شد چه کاری انجام بشه. در اینجا دوباره به یک if میرسیم و اینجا یک تابع هست که یک پارامتر اعشاری رو قبول میکنه. pick v یعنی قبول کردن یک نقطه از دنیای سه‌بعدی. اینجا به اندازه 5000 سانتی متر محدوده‌ای که به صورت یک خط هست و زمانی که این خط به یک نقطه از دنیای استرنجینگ اچ دی برخورد میکنه چند تا کار رو برای ما انجام میده. در اینجا یک دوربین داریم و این دوربین یک خط مستقیم رو به صورت 5000 سانتی متر طبق تابع پیک وی ترسیم میکنه به صورت مجازی. این خط قابل دیدن نیست و هر زمان که این خط
به یک آبجکت، مثلا به درخت، به خونه، به ماشین یا به کامیون و به جاهای دیگر برخورد میکنه، باعث میشه که یک سری کارها رو برای ما انجام بده. زمانی که این نقطه در محدوده 5000 سانتی متر به سطح زمین، بر سطح ترین که اشیایی بر روی اون وجود داره برخورد میکنه، اینجا میگه در خط 63 با استفاده از تابع لاگ یک مقدار رو در پنجره لاگ نمایش بده. این مقدار چی هست؟ اینجا میگه get peak post. میگه در دنیای سه بعدی آبجکتی که انتخاب کردی پیک، آبجکتی که انتخاب کردی در چه موقعیتی قرار داره. مثلا طبق تابع پیکوی این خط برخورد میکنه به کامیون، یا به درخت برخورد میکنه، یا به خونه برخورد میکنه. موقعیت این خونه یا این کامیون یا این درخت در دنیای سبودی استوینجین HD به صورت X, Y و Z چی هست؟ به صورت ویکتری هست. پاس میکنه به تابع استرینگ و خروجیش در پنجره لاگ نمایش پیدا میکنه. و اینجا دوباره یک پیغام در پنجره لاگ نمایش داده میشه، میگه دوربین فعلی اسمش چی هست. اینجا میگه get camera name، اسم دوربین فعلی رو برام برگردون، دوربینی که در حال حاضر ازش استفاده میکنه. و خط بعدی هم اینجا میگه کلاس پلیر 01 از چه نوعی هست. get object class name، پلیر 01 به صورت رشته در اینجا مینویسیم و نوع کلاس پلیر 01 چی هست. اینجا هم در خط 66 یک باگ وجود داره در داخل get pick object، تابعی هستش که اسم یک شی رو که طبق تابع پیک وی در نظر میگیره رو برای ما برمیگردونه. در نسخه 1.4.5 این تابع یک باگ داره، باگش هم این هست که همیشه خروجی نال رو برمیگردونه. در اینجا تابع get peak post موقعیت کامیون، خونه، درخت رو برای ما برمیگردونه، موقعیتش x, y و z هست. اینجا باید اسم رو که درخت هست، کامیون هست یا ماشین هست یا خونه هست برای ما برگردونه، اما همیشه نال هست. در نسخه 1.4.6 این باگ برطرف شده. دکمه استارت رو میزنم و دکمه ال بر روی صفحه کلید رو میزنم، ببینید خروجی چگونه هست. به پنجره لاگ دقت کنید. انگشتم رو بر روی دکمه ال نگه میدارم، همینطور که میبینید کلاس نیم پلیر 01 از نوع کاراکتر هست. پس پلیر 01 کلاس کاراکتر هست و پیغام دوم پیک آبجکت نیم نال، دو نقطه نال، همیشه نال رو برمیگردونه. پیغام سوم پیک وی این پست، ما
موقعیت های X, Y و Z رو در دنیای 3D S2Engine HD برای ما برمیگردونه و خط بعدی یعنی خط چهارم Current کامرا هست که دو نقطه کامرا پلیر نوشته شده، به این معنی که دوربین فعلی اسمش چی هست؟ اسمش کامرا پلیر هست و دوباره این پیغام ها همینطور که میبینید تکرار میشن، چون دکمه L رو بر روی صفحه کلید زدم و پشت سر هم تابع پیک بی و بلوک ایف اون اجرا میشه. میبینید که تغییر میکنه به این صورت. اسکیپ رو میزنم. حالا به چند خط کدی که در اینجا نوشتم میپردازم. در بالا سه تا متغیر تعریف کرده بودم که در اینجا میبینید. در اینجا طبق این تابع جهت کامرا پلیر که به صورت فوروارد هست یعنی محور زد، جهت کامرا رو داخل متغیر کام دی آی ار قرار میده یا کام دایر قرار میده. تابع بعدی هم موقعیت کامرا پلیر یعنی دوربین پلیر رو که به صورت X, Y و Z هست داخل کامرا پست قرار میده. دقت کنید یعنی این تابع هم خروجیش X, Y و Z هست که داخل متغیر کام دی آی ار یا کام دایر قرار میگیره و ذخیره میشه. اینجا جهت دوربین پلیر رو برامون ذخیره میکنه و کار این تابع هم ذخیره زاویه دوربین هست که به صورت X, Y و Z داخل متغیر کم انگل قرار میده یا کم انگ قرار میده. دقت کنید X و Y و Z به صورت زاویه هست و اینجا هم که میبینید دوربین پلیر هست که زاویهش به صورت X, Y و Z داخل این متغیر ذخیره میشه. اینجا به ایفی برخورد میکنیم که از دو بخش تشکیل شده، یکی از تابع ری پیک و دیگری تابع اسکیپ پرسید. اینجا میگه اگر دکمه کی بر روی صفحه کلید زده بشه و اینجا نماد اند هست و موقعیت دوربین X و Y و Z و جهت دوربین و اینجا هم 5000 سانتی متر، میگه طبق پارامترهای موقعیت دوربین، جهت دوربین و برد 5000 سانتی متر دستورالعملهایی که در اینجا وجود داره رو برامون انجام بده. دقت کنید ری پیک مثل پیک بی هست. اینجا هم همون خط رو به اندازه 5000 سانتی متر ترسیم میکنه به صورت مجازی و هر زمان که این خط که به صورت مجازی ترسیم میشه چه شیئی این خط رو قطع کنه چند دستورالعمل رو برامون انجام میده. اولین دستورالعمل که برامون انجام میده پیک 5000 هست، یعنی اسم آبجکتی رو که خط رو قطع کرده در این متغیر ذخیره میشه. طبق آنچه که در خط 80 هست در پنجره لاک برامون نشون میده و اینجا هم یک پیغام هست، میگه اسم آبجکت که بر اساس تابع ری پیک
انتخاب شده برامون نشون بده. خط 81 هم دقیقا همون باگی هستش که در ایف قبلی بررسی کردم. اینجا دوباره خروجی اسم شی که انتخاب شده همیشه نال هست و در نسخه 1.4.6 این باگ اصلاح شده و در خط 82 میبینیم که دوباره یک پیغام در پنجره لاگ نمایش داده میشه و اینجا get pic material تابعی هست که به جای اینکه اسم شی رو برامون برگردونه، اسم متریالی که اون شی داره رو برای ما برمیگردونه. مثلا در اینجا اسم درخت رو برای ما بر نمیگردونه، بلکه اسم متریال درخت هست که برای ما برمیگردونه. مثلا من اینجا درخت رو انتخاب میکنم، این اسم درخت هست، کلیک راست میکنم و اینجا میتونم گزینه اول رو بزنم. همینطور که میبینید اینجا اسم متریال درخت هست که میبینید این اسم رو برمیگردونه، اسم متریال درخت رو برمیگردونه به این صورت. اینجا میخوام به یه نکته خیلی خیلی مهم اشاره کنم. در درس اول در مورد استفاده از فلگ دای، یعنی فلگ از بین بردن، حذف کردن، توضیحاتی ارائه دادم. در نسخه 1.4.5 اگر از این دستور برای حذف آبجکت ها استفاده کنید، یعنی در تابع ری پیک یا تابع پیک وی، این دستور باعث میشه که دائمی آبجکت در سطح لول حذف بشه و وقتی که داخل بازی آبجکت رو حذف کردید و وقتی دکمه اسکیپ رو میزنید این آبجکت رستور نمیشه. از دقت کنید از فلگ دای هرگز استفاده نکنید. البته من در مورد ویزیبل هم مطمئن نیستم، امتحان نکردم، شما خودتونم امتحان کنید، ولی به احتمال زیاد هم ویزیبل هم برای همیشه باعث میشه کاراکترها از حالت نمایش خارج بشن یا آبجکت ها از حالت نمایش خارج بشن. اما وقتی از دای استفاده کنید دیگه قابل رستور شدن نیست. این هم یک باگ نیست، اما یک مشکلی رو ایجاد میکنه. این مشکل هم باعث میشه که آبجکت ها برای همیشه حذف بشن. از این دستور در تابع ری پیک یا پیک وی استفاده نکنید. من این تابع رو هم مثل باگ های قبلی به شرکت پروفنیکس استودیو اطلاع دادم و دکمه ستارت رو میزنم و اینجا دکمه کی بر روی صفحه کلید رو بزنم تا نتیجه رو برای ما نمایش بده. انگشتم رو بر روی دکمه کی نگه میدارم. همینطور که میبینید در پنجره لاگ پیغام اول ری پیک آبجکت نیم، اینجا اسم درخت و اشیاء مختلف رو برای ما برمیگردونه. مثلا اینجا خونه هست، اینجا درخت هست، درخت های مختلف.
پیغام دوم ری پیک گیت پیک آبجکت نیم نال دو نقطه نال هست. این تابع رو هم توضیح دادم که مشکل داره، در نسخه 1.4.6 اصلاح شده. خب خط بعدی ری پیک ماتریال نیم هست. در خط سوم میبینید بیلدینگز، سپس بکسلش نمایش داده شده و وال 01 نقطه MT2 رو نوشته و این اسم متریال خونه هست. چون اگر به خط اول پنجره لاگ دقت کنید اسم هاوس 01 رو آورده، اما در خط سوم اسم متریال رو آورده. در خط چهارم هم میبینید که دوباره اسم خونه رو آورده، این به خاطر دکمه کی که بر روی صفحه کلید نگه داشتم هست. دکمه اسکیپ رو میزنم. حالا به ایف بعدی میپردازم و زمانی هست که دکمه ایکس بر روی صفحه کلید رو بزنیم. اینجا چهار تا تابع برامون چهار کار مختلف رو انجام میده. ماوس پیک آبجکت استرینگ متغیر هست، مساوی با ماوس پیک آبجکت. اینجا تابع ماوس پیک آبجکت یا ماوس پیک او بی جی بر اساس موقعیت ماوس اسم آبجکت رو برای ما برمیگردونه. در دنیای سه‌بعدی اسم آبجکت رو برای ما برمیگردونه و اسم آبجکت داخل متغیر ماوس پیک آبجکت استرینگ ذخیره میشه. تابع بعدی ماوس پیک وی هست. این اسم آبجکت رو برای ما برمیگردونه. این موقعیت X, Y و Z آبجکت رو برای ما برمیگردونه و داخل متغیر ماوس پیک آبجکت ویکتری ذخیره میکنه. خط بعدی پیغام لاک هست که بهمون نشون میده که موقعیت آبجکت انتخاب شده در دنیای استرنجینگ اچ دی به صورت X, Y و Z چی هست؟ که البته اینجا رو من اصلاح کنم ویکتری. موقعیت X, Y و Z آبجکت رو داخل متغیر، یعنی این متغیر ذخیره کردیم، در اینجا در پنجره لاگ برامون نشون میده و اینجا هم اسم آبجکتی هستش که در اینجا ذخیره کردیم در پنجره لاگ برامون نشون میده. ماوس پیک آبجکت نیم، اسم آبجکت، ماوس پیک آبجکت ویکتری، موقعیت آبجکت. دکمه سیو رو میزنم، دکمه ایکس بر روی صفحه کلید رو میزنم و انگشتم رو نگه میدارم، ایکس رو میزنم. خب همینطور که میبینید در پنجره لاک خط اول ماوس پیک آبجکت ویکتری موقعیت X, Y و Z آبجکت رو برای ما نشون میده و خط دوم ماوس پیک آبجکت نیم مساوی با اسم آبجکت رو برای ما نشون میده. اینجا میبینید که خط اول موقعیت X, Y و Z درختی هستش که در خط دوم اسم درخت نمایش داده میشه، تغییر میدم، درخت دیگری هست از نوع دیگر. اینجا اسمی وجود نداره برای آبجکت اما در موقعیت X و Y و Z هست.
به این صورت. دکمه اسکیپ رو میزنم. در درس بعدی به این ایف میپردازم و زمانی هستش که دکمه ای بر روی صفحه کلید رو بزنیم. فعلا از این ایف صرف نظر میکنم. اینجا زمانی هست که دکمه سه بر روی صفحه کلید رو بزنیم. اینجا سه تا متغیر تعریف شده و جهت دوربین، موقعیت دوربین و زاویه دوربین پلیر رو، یعنی کامرا پلیر رو، برای ما داخل سه تا متغیر ذخیره میکنه. اینجا یه تابع هست به اسم اپلای دکال. وقتی در بازی با اسلحه های مختلف کار میکنیم و هر اسلحه بر اساس تخریبی که انجام میده میتونه اثرات انفجار یا زدن به هدف متفاوتی داشته باشه. وقتی که یک نارنجک منفجر میشه بر روی زمین، بر روی دیوار، باید اثرش نشون داده بشه. باید این اثرات بر روی زمین، بر روی اشیا وجود داشته باشه. این تابع کارش همین، در واقع یک دکال دو بعدی رو، منظور از دکال یعنی نوع متریال هست. در استو انجین اچ دی نوع دکالی داریم که به صورت سه بعدی هست، یعنی در موقعیت های X, Y و Z به صورت تانژانت، یعنی طبق معادل تانژانت پخش میشه. و جالب هست که تنها در اسکو انجین HD این ویژگی رو دیدم، در انجین های دیگه وجود نداره. اینجا اپلای دیکال یک دیکال دو بعدی رو که در تب استوک وجود داره و خاصیت اکتیویبلش فالس هست، باید در اینجا بنویسیم. اسم این دکال رو باید بنویسیم، موقعیت کامرا دوربین پلیه و جهت کامرا، جهت دوربین پلیه و طول 1000 سانتیمتری که میتونه بر روی سطوح مختلف در این فاصله دکال ها رو ایجاد کنه، یعنی طول اثرگذاری این دکال ها در فاصله و در محدوده 1000 سانتیمتری هست و واحد بیشتری مثلا 5000 سانتیمتر، 10000 سانتیمتر رو وارد کنم. من برای 1000 کافی میدونم و 1000 رو وارد کردم. اما دیفالت دکال کجا هست؟ اینجا تب اکتیو هست و اینجا تب استوب و دکال ها هم اینجا هستن. دکال آبجکت، دیفالت دکال در اینجا هست و از نوع استوک هم هست، یعنی خاصیت اکتیویبلش فالسه. دیفالت دکال و اینجا هم دیفالت دکال. برای تگلوله مثلا اینجا به این صورت، اینجا دقت کنید میبینید لکه های سیاه رنگی هستش که بر روی ترین نمایش داده میشه. اینجا به این صورت انگشتم رو بر روی دکمه سه بر روی صفحه کلید نگه داشتم. حالا من میخوام اینجا از بلاد دکال استفاده کنم. اینجا اسمش نوشته بلاد دکال، اینجا بعد اسمش رو بلاد دکال.
سیو رو میزنم. حالا دکمه استارت رو میزنم، دکمه سه بر روی صفحه کلید رو میزنم. همینطور که میبینید لکه های خون بر روی سطح زمین نمایش داده میشه. اسکیپ رو میزنم. حالا دیفالت دیکال در اینجا هست، کنترل زد رو میزنم. خب اینجا دوباره سیو رو میزنم. دیفالت دیکال در اینجا وجود داره، پارامترهای مختلفی هم داره. اینجا زمانی هستش که دیکال اثرش باقی میمونه، تا 5 ثانیه اثرش باقی میمونه. دکمه استارت رو میزنم. خب دکمه سه رو میزنم. ایف بعدی مربوط به زمانی هستش که میخوایم داخل اسکریپت ها با تایم آف دی کار کنیم. زمانی که دکمه 6 زده بشه مقدار متغیر تی او دی پشت سر هم فریم تایم رو ضرب در 1000 میکنه و مقدارش رو جمع میکنه. این متغیر کارش جمع فریم تایم هاست. تابع ست لیول پارام باعث افزایش زمان روز میشه، تایم آف دی. یعنی وقتی این متغیر پشت سر هم جمع میشه موقعیت خورشید در آسمان عوض میشه. در اینجا ایف بعدی رو میبینیم که هر وقت دکمه 7 بر روی صفحه کلید زده میشه مقدار تی او دی رو کم میکنه و مقدارش در پارامتر تایم آف دی ثبت میشه. از این دو تا تابع کارشون ثبت موقعیت و زمان روز هست و این باعث میشه حرکت خورشید از صبح به ظهر تغییر کنه و این برعکسشه، از ظهر به صبح. دکمه استارت رو میزنم، دکمه 6 بر روی صفحه کلید رو میزنم. دقت کنید که هوا داره تغییر میکنه. دقت کنید موقعیت خورشید داره تغییر میکنه. حالا 6 رو زدم، حالا 7 رو میزنم. میبینید شیش رو دوباره میزنم، از صبح به ظهر و به عصر. حالا هفت رو میزنم، از عصر به ظهر به صبح و به این صورت. اسکیپ رو میزنم، به پایین میام و این تابع مسیج هم در درس بعدی بررسی میشه. درس بعدی بسیار هیجان انگیز هست و برای شما حتما لذت بخش خواهد بود.